باغوز، آخرین پایگاه داعش در شمال و غرب سوریه. بعد از 3 ماه جنگ و درگیری، نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت نیروهای ائتلاف باغوز را کنترل کرد. هزاران جنگجو و همچنین زن و بچه های داعش خود را تسلیم کردند. مردها را به زندانی اختصاصی و زنان و بچه ها را به کمپ هول فرستادند. تمام مردم جهان چشم به داستان زنان اروپایی داعشی دوخته بودند، اما تا حالا هیچ کس سخنی از داستان بچه و زنان ایرانی به میان نیاورده. اینجا کمپ هول در فاصله 45 کیلومتری شرق استان حسکه در سوریه است. یکی از بزرگترین کمپ‌های خودمدیریتی دموکراتیک کردهای سوریه و نزدیک به 70,000 آواره و پناهجو در اینجا زندگی می‌کنند. که 66% آنها را بچه ها تشکیل می دهند. در اینجا افرادگرایی در اوج خود می باشد و جدای از زنان، بچه ها هم خواب بازگشت دوباره داعش را می بینند. آنها فرصت تحصیل ندارند و زنان داعشی در زیر چادرها به طور مخفیانه به تدریس متن دینی می‌پردازند. با افکار داعشی آموزششان می‌دهند و یادشان دادند که روزنامه نگاران را سنگ باران و به اسم کافر صدا کنند. بعضی هایشان از جلوی دوربین فرار می کنند و نمی خواهند از آنها عکس گرفته شود. شعارهای داعش را مدام تکرار می کنند. نزدیک به 100 بچه و زن ایرانی در این کمپ زندگی می کنند و جدای از نام مستعارشان، نام واقعی خود را آشکار نخواهند کرد. مادر فاطمه اهل بلوچستان است و در سن 16 سالگی با خواست خیش و همراه همسرش به سوریه می آیند و به داعش ملحق می شود. بعد از 3 سال شوهرش در جنگ کنترل درزور کشته می شود و به همراه 2 بچه‌اش تا
کنترل باغوز همراه داعش میماند. اکنون روزانه برای تهیه مایحتاج زندگی به بازار کمپ رفته و در آنجا رفقایش را میبیند. تلاش زیادی کردیم تا داستان زندگی خود را با جزئیات برای من بازگو کند، اما قبول نکرد. سرانجام در پشت یکی از دیوارهای کمپ شروع به حرف زدن کرد. او سیستم تحصیلی ایران را رد می کند و آموزش بچه هایش را با افکار داعش خوب می داند. حکومت ایران چه چیزهایی که بهشون یاد ندن. میخوان مدرسه برن موسیقی میذارن برای بچه ها. با موسیقی میخوان ذهن بچه ها رو باز کنن. این تو شریعت حالات دین الله همچین چیزی وجود نداره. در زمان صحابه همچین فقط دستای قرآن بوده و نوشتن بوده، خوندن بوده، تیراندازی بوده و از سواری بوده، کتاباشون، مخشاشون، دستاشون چیزای دیگه بوده. خیلی فرق میکنه خب با الانی که این جامعه دارن بچه ها تربیت میدن. خب تو زمان حضرت محمد ماشین نبود، درسته؟ ولی الان ماشین هست، ما باید بگیم چون اون وقت اینجوری بوده نباید از ماشین استفاده کنیم. فرق داره. خب شرایط و ضوابط خودشو داره. چیزایی خب که حرامه باید ازش دوری کرد، چیزایی که حلاله باید تابعش بود. اما حکومت ایران چیزی که تا کوچکترین چیزی که میبینه که به شریعت الله داریم نزدیک میشیم، بچه هامونو، خودمونو، پسرامونو، دخترامونو بهش نزدیک میکنیم، داره ظلم میکنه به همون. از نظر سلامتی، بچه های این کمپ به نظارت دقیقی نیاز دارند. بعضی از آنها در جنگ باغوز زخمی شده و به عمل جراحی نیاز دارند. به دلیل وضعیت بسیار بد بهداشتی، در کمتر از 2 سال، بیشتر از 350 بچه در این کمپ جان خود را از دست دادند. مادر انس اهل گیلان است. مدتی است که 2 فرزندش بیمارند و محیط آلوده کمپ را دلیل بیماری آنها می داند. پسرم 5 سالشونه، دخترم 2 سالشونه. وضعیتشون الحمدلله خوبه، ولی اکثر موقعات مریض میشن به خاطر خاک و میکروب و جمعیت زیاده. شهروندانی با شناسنامه بیش از 40 کشور جهان در این کمپ زندگی میکنند، اما همه برای یک هدف به سوریه آمدند. اومدیم سوریه به خاطر جهاد و هجرت که الله تعالی فرموده، فرمایشش رو گوش کردیم. با وجود بدبختی های بیشماری که در طول سالیان جنگ و زندگی در این کمپ تجربه کردند، اما بیشتر آنها بر حقانیت باورهایشان اصرار دارند و بر این باورند که این شرایط آزمونی الهی برای آنها و سرانجام دولت اسلامی موفق می شد. نعمت دنیا ما نگره، قیامت ما گره. پیم خوش و هجرت کنه بر الله. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم جل مالکان تان بین در من ولی و سر برستی هم، من پیم خوش و هجرت کن. فقط دانشی و دیاری رزقی الله و انشالله، ولی هر الله رزق من ادا بخواه. يقين به لقلبه الله تعالى خوي رزقك تيجي تدري مالك هي مش وين كوتي الرسول الله إن شاء الله حجنا شكرنا كينو بإذن الله سركوت. زندگی توی سوریه یعنی سخته، امکانات رفاهیش خیلی کمه، ولی
از یه لحاظ یعنی نمیدونم از لحاظ دینی خیلی بهتر از این. این دوله اسلامی هم گفته من سلفم، یعنی راه سنت رو پیش میگیرم. اون چیزی که توی سنت به اونا رسیده، توی حدیث به اونا رسیده، توی هر چیز به اونا رسیده، اونا این چیزها رو پیش گرفتن. مادر اسامه که اهل شهرستان جوانرود در کردستان ایران است، همراه با همسر و 3 تن از بچه هایش از سال 2015 به سوریه آمدند. همسرش در جنگ باغوز اسیر شد و به دست نیروهای سوریه دموکراتیک می افتد. اسامه قصد برگشتن به جوانرود را ندارد. ایران خوب اولا که ایران تو بگرهی تو؟ نه بو؟ دام بود ایران اعدام تکا؟ آه جا خوتو منال یشتاک حکم اعدام ناد گیره تو؟ اخوه دکی مو اوان اعدام باوکن اعدام باوکن لکی؟ به زنده. اگر به دنبال دلایل ارتباط و به عضویت در آمدن زنان و مردان ایران به گروه داعش باشیم، بایستی گفت سرکوب و ستمی که از سوی حاکمیت ایران بر سنی های این کشور می گذرد اصلی ترین دلیل است. حکومت ایران به خاطر یک کتاب خوندن چندین بار شوهر آن برده زندان، چندین بار کارتاش هست، شناسنامه‌هاش ازش گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر یک کتاب خوندن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه چیزی، یه نفی به شریعت الله، به دین الله برسونه. باز برگردیم تو اون حکومت، هیچ نیازی نیست ما برگردیم تو اون حکومت. هیچ سودی واسمون نداره الا که به اون بازم ظلم کنن. فرض کن فقط از تهران تا بلوچستان 10 بار ما رو بازرسی می‌کردن، 10 بار ما رو از ماشین پیاده می‌کردن. کجا می‌ری؟ برای چی می‌ری؟ نه برای تجارت می‌خواد می‌تونستیم بریم، نه برای درس دینی می‌تونستیم بریم. حتی کردهای ایران هم به همان دلیل به صفوف داعش پیوستند. برای برازیل کمیان اعدام کل ایران فقط لحاظی دین نه هجرتیک رو نه اعدام یاکر کشتیا هر چی موحدی ایرانک شیار سجنی رجای شهر دیتر چون بگره اینو با ایو هر که موحد یا کمی ریشی بیو شوالی که کلی لپیا بیو سنتی رعایت بکو اکنسی تو ایران من نقاب داشتم، یعنی عادی بود، یعنی همه میتونستن نقاب داشته باشن، ولی چون ما سنی بودیم نقاب داشتیم مشکل بود برام. یعنی شوهرم میتونست کار خوب داشته باشه، از یه طرف خودم میرفتم بیرون یه جوری سه نگاه میکردن اطلاعاتی را یعنی دنبال شوهرم بود، دنبال خودم بود، نمیتونستیم ایران باشی. هر کاری بکنی، هر جریمه کوچیکی تو ایران مرتکب بشی سنیا اعدامه. یکی 12 سال زندانی میکنن، میگن بعد 12 سال خلاص تو میری، بعد 12 سال روز بعدش من اعدامش میکنم. این عدالت ایران. داخل کمپ هود قوانین دستگاه قضایی داعش پیرو می شود. هر زنی رفتارش مغایر با قوانین داعش باشد، روز بعد جسد او را خواهند یافت. تا کنون چندین نمونه از این حالتها ثبت شده. الان اومدن صدام زدن، ترسیدم. مادر حارس از ترس قوانین داعش و تهدید زنان افراطی در یکی از اتاقهای اختصاصی اداره کمپ برای من صحبت کرد. کنیه من ام حارثه، تقریبا 6 سال از ایران خارج شدم، اومدم توی سوریه با شوهرم، اومدم یه پسر داشتم. شوهرم تقریبا 4-5 ماه با من بود، شوهرم کشته شد. بعد از اینکه شوهرم کشته شد مشکلی بود دیگه، بعدا ازدواج کردم با ایرانی دیگه، بکانی بود.
شوهر دیگم تقریبا 3 ساله نمیدونم کجاست. یعنی گفتن کشته شده ولی جنازه ندیدم، جسدش رو ندیدم. آن دسته از افرادی که از پیوستن به داعش و راهی که اختیار کردند پشیمانند، امید بازگشت به ایران را در دل دارند. من اینجا مثل اسیرم، یعنی اگه اسیر نباشم جای دیگه میرم، ولی الان من مجبورم، الان من مجبورم اینجا باشم. ایران اگه بخواد منو میبره، اگه نخواد نمیبره. یعنی اسیر همه جای دنیا مثل هم من، یعنی من دست خودم نیست که بردار کنم. خانواده همشون میگن بیاین بیاین اونجا چیکار میکنین، بیاین ملتتون از همه جا بهتره، ولی هیچ حرکتی نه انجام نمیدن. تقاضا همه ملت ها به فکر مردمشونن، ولی ایران هیچ به فکر ما نیست. یعنی نمیدونم. جدای از این، کسانی که تاکنون به داعش افتخار می کنند و به راهشان ادامه می دهند، زندگی در این شرایط سخت را بر بازگشت به ایران ترجیح می دهند. برای چی می خواهیم ایرانو؟ چند سال اومدیم اینجا، ایران یک بار نپرسیده. همه حکومت در همون ماه اول که اومدن اینجا، همه اومدن، همه نمایندشون رو فرستادن، به آدماشون سر زدن. ایران چی کار کرد؟ تازه بعد از 2 سال میخواد بیاد بپرسه بچه ها چطورن؟ این میدونه این میدونه بچه نیزده کمان سرات میدونه اینو بی گلیانی. حکومت ایران در رابطه با سرنوشت زنان و بچه های ایرانی داخل اردوگاه های داعشی ها هیچ گفتگویی با خودمدیریتی دموکراتیک کردهای سوریه نداشته. ارتباط بعضی از این زنان با دنیای بیرون از کمپ تحت نظارت مدیریت زندان و مراکز امنیتی خودمدیریتی است. نه حواله یک من بوده، نه گوشیه، نه هیچ. هر خبرم نه لبابا مدهید، من مرده نه. خانواده مادر حارس تلاش‌های ناموفقی برای بازگرداندن دخترانشان داشتند. اما به دلیل اینکه تلاش‌ها شخصی و از طریق مجاری ارتباطی حکومت ایران نبوده، موفق به این کار نشدند. از اون روزی که من اومدم اینجا، ایران خبر داره، ایران گفته به پدرم، گفته برو دخترتو برگردون، ما به زن و بچه کاری نداریم، ما مشکلی با دخترتو نداریم، برو برش گرد. ولی مشکل اینجاست، اینجا نمیذاره. من پدرم شخصا خودش اومد اینجا، اینجا اجازه نداد. پدرم تقریبا اول روز رمضان پارسال اومد اینجا، وقتی دمش پدرم خیلی شکسته بود، موی سرش همش سفید شده بود. خیلی ناراحتم برای پدرم و مادرم. خیلی وقت 6 سال من مادرم رو ندیدم، برادرم رو ندیدم، خواهرم رو ندیدم. خواهرم 3 تا بچهش مرد، پیشش نبودم. طبعا این چیزا خیلی سخته. حکومت ایران و وزارت اطلاعات این کشور اجازه انتشار هیچ گونه آمار رسمی در رابطه با شماره کسانی که از داخل ایران به داعش پیوسته اند نداده. اما تخمین زده می شود که هزاران زن و مرد ایرانی از راه ترکیه و اقلیم کردستان به صفوف داعش پیوسته باشند. جلوگیری از انتشار و آمار و اطلاعات کسانی که از ایران به داعش پیوسته اند سؤال بزرگی است
که حکومت ایران از جواب دادن به آن خودداری می کند.